صبحتان بخیر بیننده صبح زندگی هستین و خدا کنه تا این لحظه از اینکه در کنار ما بودیم برتان خوش گذشته باشه جناب آقای ذکر حقجو فعال اجتماعی همراه ما هستن در این بخش برنامه صبح زندگی صحبت های میخواین داشته باشن در رابطه با آموختن علم و دانش در جامعه امروزی شما هم بیننده صبح زندگی همچنان باشید آقای حقجو خوش آمدین صبحتان بخیر تشکر به نام که ما را دانش آموخت به فکر ناتوانمان تابش آموخت خلق را او نوید زندهها کرد که عالم را به عیل مشرهنما کرد سلام بر شما و بینندههای عزیزتان همکاران از تا امید است که صبح خوب و خوشی را آغاز کرده باشین سلام. دور از دور روزهای دو خوب هم در پیش رو سلامت تشکر خدا کنه شما هم صبح را به خیر خوبی آغاز کرده باشین آقای حقجو می خواهیم در رابطه با آموختن علم و دانش در نخست از دیدگاه اسلام بر صحبت های داشته باشین که اسلام چقدر تاکید کرده بدون شک از روز پیدایش آدم علیه السلام که خداوند انسان ها را آفرید ی آدم علیه السلام تاکید بر داشت که باید بیاموزد و حرف بزنه و علم آدم کله ما انسان را تعلیم یاد دادیم تا به واسطه تعلیم سخن بوید حرف بزند و خوب و از بد را بیا بودد همچنین اگر ما یک سیر تاریخی کنیم ببینیم که اسلام به علم و دانش ارزش و چه جایگاه قائل شده و ببینیم که وقتی که اسلام ظهور کرد وقتی که پیامبر صلی الله علیه و به پیامبری مبعوث شد اولین آیه‌ای که به پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نازل شد آیه بود که نه جهاد گو بکو نه دعوت بکو نه حکومت تاسیس بده نه یا ازدواج بکو اولین آیه هایی که نازل شد بسم الله الرحمن الرحیم اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم از این معلوم میشه که دین اسلام اردش و جایگاه بسیار بلندی به آموختن علم و دانش گرفته و همچنان پیغمبر صلی الله علیه و گفته که طلب علم فریضه علی کل مسلم مسلمتون اینجا هم گفته بالای مرد و علم فردت یا واجب است که باید بیاموزن بله. شعر سعدی است که میگه چی خوش گفت پیغمبر رازگو دگه دگه وارد ده دیگه تا گور دانش, دانش بجوی ادلب العلم الی المهد الى الله این اصلا حدیث شریفی است که از زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواستن در قالب شیر جور کنم و همچنین سوره های نام سوره قلم اومده که نون و القلم و مایسترون امروز اگر ببینیم شایراس به خاطر قلم شیرا سرودند که نون و قلمی و مایسترون از بینش قلم قامت شمشیر خم است اگر دانی بهترین سلاح آدمی قلم است و می منوال و از تعریفات خاصی از علم شده در دین اسلام و جایگاه بسیار بلند داره که در قرآن کریم آمده که ل حل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون آیا برابر از کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند فرق بین کسای که میدانند و کسانی که نمیدانند یک جایگاه در قرآن کریم آمده یعن کسای که میدانند یک جایگاهی بلند دارنوه آیات های آمده شما از کسای سوال بکنین یا از کسای پرسان بکنین که اهل ذکر هستن اونها اهل دانش هستن اونها اهل تقوا هستن با این منوال اگر یک سیل کلی کنیم از تمام ادیان از تمام مذاهب و از تمام ایدولوژی ها کرده دین اسلام برای ارزش و احترام برای علم بیشتر داشته و هدف از علم اگر ببینیم وقتی که اولین آیه های کامات امی بود که شما بخوانید تعلیم بیاموزین نوشته بکنید و به این معنی که ارزش بسیار بالای در اسلام به علم ارزش به نظر شما چقدر در حال حاضر در کشور ما مردم سوق کردن به طرف آموختن علم و دانش نسبت به سالیان گذشته اه. اه. بدون شک نسبت به سالیان گذشته تعداد زیادی از مردم نسبت به آمارهای وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف تعداد زیادی از خانواده ها میخواین که خانواده شان با سواد باشن اطفالشان اطفالشان علم بیاموزن به مکتب برن و حتی مخالفین دولت که بودن از مردم خواستن که اونا باید اطفال خدا به مک... مکاتب سوق بتن یا یک شمول بسازن این یک خوشبینی خوب است که ما اگر این ای منوال پیش بره در آینده میتونیم که یک جامعه روشن یک جامعه با تحصیل کرده و یک جامعه علم با علم و با فرهنگ داشته باشیم میشه در رابطه با نقش علم و دانش و ارزش علم و دانش در جامعه بگویین که چقدر میتونه جامعه را پیشرفت به کسایی که واقعا در این راستا خواندن و تحصیل کردن و به تعلیم پرداخته بدون شک ببینید تحول، که در دنیا میگذره یا مثبت یا منفی یا پیشرفت هایی که میشه در ساینس در تکنولوژی در علوم اجتماعی در حکومت در سیاست تمامش از برگرفته از علم است امروز نمیتونه که انسان های یا یک دکتر شوه یا نمیتونه که یک رئیس جمهور شوه یا یک سیاست مدار یک یک سیاستمدار موفق شوه یک دیپلمات شوه بله. از این معلوم میشه که ارزش علم در یک جامعه که فعلا میبینیم در یک جامعه دموکراتیک و غیر دموکراتیک بسیار بالاست ما نمیتونیم بدون علم اما که میگن که قبل از اینکه باید خدای تبیشناسی خود تبیشناسی ما بدون علم نمیتونیم که هم خود را بشناسیم هم خدای خدا بشناسیم اگر ما علم بیاموزیم میتونیم که پیشرفت های خوبی در تکنالوژی داشته باشیم در اقتصاد داشته باشیم در حکومتداری داشته باشیم و يك احترام یک دیگر جامعه خود درک بکنیم بفهمیم که انسان ها چه احترامی دارن نزد ما و ارزشش و فرهنگ شهر نشینی را بفهمیم این موضوعاتی است که انسانهای باسواد و انسانهای که زیاد مطالعه کنند یا علم دارند اونها درک می‌کنند و میدانند حالا به نظر شما مسئولین چه کارهایی را باید در نخست آغاز بکنند در این راستا که بیاین نه تنها در شهر مثل کابل که خوشبختانه هموطنان عزیز ما دیگه زیاد با او فرهنگی که شما اشاره کردین بلدیت دارن آشنایی دارن و خودشان فرزندانشون رو تشویق میکنن و طرف تعلیم و تربیه بپردازن در اطراف ما شاید از هستیم که بسیار از خانواده دم و فرهنگ سابقه باقی ماندن و هنوزم نمیپذیرن که علم و دانش چقدر میتونه تغییرات خوبی در زندگی جوانانشان به وجود بیاره آه. مسئولین در این راستا کیا هستن و چه کاری رو باید انجام بدن یک سوال خوبی کردین ما نباید تمام افغانستان شهر کابل یا محدود به چند فرد که در اینجا مردم مکتب میره یا تحصیلات میکنن یا کورس های یا مدیشی میگیرن افغانستان اگر ببینیم در تقریبا 70 فیصد مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارن اونا حتی شفاخانه ندارن مکاتب ندارن دانشگاه ها ندارن پانتون ها ندارن اگر حکومت توجه باید بر تمام افغانستان بکنه به ولایت ها به ولسوالی ها به قریجات ها امروز ببینیم بدترین خشونت ها وقتی که با ماش از طریق رسانه ها میشنیم از قریجات بسیار دوری است کجا نه مکتب وجود داره نی مدرسه وجود داره باید. یا دانشگاهی وجود داره امروز ببینیم که اگر یک شرایط خود کابل بخواید میتونه که یا از طریق دانشگاه خصوصی یا از طریق دانشگاه شخصی یا مکاتب شخصی و خصوصی خود به یک جای برسانه اما امکانات مالی و امکانات مالی امکان کسایی که در قریجات ها زندگی می کم از باید دولت زمینه را تمام مردم افغان به فراهم بکنند تا که اولادایشان خودشان و کورس های سواد آموزی را برشان ترتیب بده بتا تا بتانن حد اقل کسایی که از خواندن و نوشتن ها یاد ندارن به زمینه مساید شده که یاد بگیرن اما که پیامبر خدا میگه که ز تا گور دانش بجوی به معنی این که باید به همیشه دولت زمینه ای را مساید بسازه بعد بزرگ سال هم که اونا حد اقل خواندن نوشتن یاد بگیرن بعد و امروز ببینید که در بسیار از ولسوالی ها برای بعضی از مردم حتی مکتب در قریجات ها وجود ندارد <تصفح> چندین ساعت به پیاده میرن بالاخره که میتونن که به یک مکتب متوسطه یا لیسه خدا خود برسانند باید به قریجات ها و کمپاین را اندازی بکنن ارزش علم دانش به مردم بگوین و ارزش دانستان بگوین <تصفح> از ارزش که وقتی که آگاه شدن بالاخره اونا وادار میشن که اطفال خود دخترای خود خانمای خود وادار بکنن تا که تحصیلات بکنن اگر ما میخوایم یک جامعه خوب داشته باشیم یک جامعه ورزش با داشته باشیم یک حکومت با اقتدار داشته باشیم باید اول ما خود به یک جای برسانیم وقتی که ما خود نتانیم رسانده وقتی که ما خود ما درس و تعلیم و دانش یاد نگیریم و چطور ما امیدوار باشیم که یک آینده خوب می داشته باشیم آینده خوب وقتی می داشته باشیم که امروز ما تحصیلات بکنیم ما امروز ده ده لسان داشته بله. باشیم ماستری داشته باشیم دکترا داشته باشیم بالاخره میشه که ما به یک جای برسیم اگر ما در قریجات ما مکتب وجود نداشته باشد در ولایت های ما پانتون پا وجود نداشته باشد دانشگاه کورت های آموزشی وجود نداشته باشد بالاخره این نسل چل سال قبل که بود اون نسل باز هم این قسم یک نسل به وجود می آید یک نسلی که اونا به فرهنگای نادرست بالایشان حاکمت با باور دارند و با فرنگ نادرست می که خشونت های خانوادگی را به بار آورده خشونت علای زنا و حقوق و غیره و مردم و اکثر فکر... مشکلات هم دیده میشه از افرادی که واقعا سطح سواد درست ندارن اصلا بی سواد هستن این خشونتها ها زیاد ها که ما آمارش اگر ببینیم در جایی هست که مکتب وجود نداره پانتون وجود نداره و مردم از شهر دور هستن بله. دولت زمینه را باید نه تنها کارهای بکنن که فقط یک چند نفری که در شهر هست و اونو بر اونا نمایان بکنن که ما کار میکنیم مهم. یا ما کمپاین میکنیم این وظیفه حکومت است که باید به با تک تک مردم در تمام ولایت ها در تمام ولسوالی ها, ها زمینه را فراهم بسازه اطفال را تشویق بکنه خانواده را تشویق بکنه مهم. ما اگر از وزارت معارف امسال پرسان بکنیم که شما در امسال چی کردین به ولایت ها به ولسوالی های کونجا مخالفین دولت هستند یا مکتب وجود نداره زیر خیمه ها مردم درس میخوانند امروز بعضی از استرالیا هستن که مردم زیر خیمه ها دمی آفتاب سوزان یا در زمستان درس میخوانن این نمیشه وقتی که یک یک فضای مناسب درسی نباشه و همو فامیلا وقتی که دیدن وقتی که فضای مناسب نباشه ما چطور باورمند باشیم که استادای اون اونجا وجود نداشته باشه اساتید اونجا میره وقتی که مدیریت نداشته باشه یا استادای نتونن که اونجا حاضر شون یا امنیت نباشه این مشکلات است که نسل آینده ما را به خطر متوجهشان ساده و ما اگر بخوایم از این خطرات عبور بکنیم تشکر. باید دولت زمینه تحصیل همه همه مساید بسازد و خانواده ها اطفال <applause> خود و فامیل خود تشویق بسازند تا که علم بیاموزند سنده و سلامت باشین جناب خیر ذکر الله حق جو از اینکه امروز دعوت ما رو پذیرفتین و صحبت های خوبی داشتین تشکر وقت خوش برتان می‌خوام سپاس از شما ایزان که تا این لحظه ما رو تنها نگذاشتین و بیننده صبح و زندگی هستید نبض سلامتی صبح و زندگی را در ساعت دوم برنامه فراموش نکنید که صحبتای می داشته باشن دکتر سیب صبور صابر متخصص امروز جلدی و زیبایی که در رابطه با پیش صحبتای می داشته باشن شما اگر سوالاتی دارین از طریق صفحه فیسبوک بر ما بفرستین فعلا شما خبرای ساعت 8 برمیگردیم صبحتون همچنان بخیر باشه تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آرلینا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سبسکرایب کنین